درود بر شما. 13 آبان ماه 1401 خورشیدی و 4 نوامبر 2022 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به آسیب شناسی جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی. پرده آخرم خواهیم داشت طبق روال هر هفته آخر برنامه. تقدیمی این هفته در پیوند با توماج صالحی است، ترانه‌ساز و خواننده رپ در ایران که 8 آبان بازداشت شد. یه تیک از توماج بشنویم صحبت‌های یک ماه پیشش. من دیوونه نیستم که جونم رو قمار کنم، به خاطر اینکه این بازی قمار نیست، شطرنجه. کاملا قابل محاسبه است، کاملا قابل پیشبینیه. به وضوح میشه دید پیروزی مردم رو. همیشه همین بوده، تو طول تاریخ همیشه مردم پیروز شدن، هرگز دیکتاتوری دووم نیورده، اونم توی این شرایط. این بگیر و ببندها فایده ای نداره، این کشتارها فایده ای نداره، بدتر میشه، اوضاع به نفع مردم میشه. ما باید بفهمونیم به این حکومت که ما خیلی قوی تر از اوناییم، گرچه میدونن، اگه نمیدونستن که اینقدر از ترس سرکوب نمی کردن. فردا بیاین کنار هم باشیم، یادمون باشه قرار طول بکشه، قرار طاقت فرسا باشه، و یادمون باشه ما ساخته شدیم برای مقاومت، برای دوام آوردن، برای ادامه دادن. انسان بدون آزادی هیچی نیست. ما به دنیا نیومدیم که بخوریم و بخوابیم تا روز مرگ، ما به دنیا اومدیم زندگی کنیم، بخندیم، لذت ببریم، از این فرصتی که داریم، از این بازه زمانی 1 سال 100 سال استفاده کنیم، دنیای قشنگی رو بسازیم، با هم دیگه زندگی خوبی رو داشته باشیم، یک کشور خوب داشته باشیم، بتونیم به ملت‌های دیگه هم کمک کنیم. آرزوی من که اینه. توماج صالحی. 5 صبح 8 آبان در روستای گرد بیشه بروجن در استان چهارمحال بختیاری به چنگ ماموران حکومت افتاد. توماج افسون بر اینکه تمام آثار هنریش درباره رنج مردم و امید به آزادی و رفاه مردم، مدام به جوانایی که او رو دنبال میکنن و توماج شاید الگویی از شجاعت و هوشمندی و مبارزه برای اوناست، هشدار داده که کاری نکنن که حکومت بتونه انگ فعالیت غیر قانونی بهشون بزنه. حالا بیشتر خواهید دید. خود توماج جرمش محبوبیت در بین مردم رنج دیده، به ویژه جوانای کف خیابون، و حضور پررنگش در بین همین جوانا در اعتراضات خیابونی است. آقای اقبال اقبالی دایی توماج نوشت: خطاب به ایرانیان آزادی خواه، سازمان ملل متحد، آقای جاوید رحمان، اتحادیه اروپا و مردم جهان. توماج صالحی 30 دی 2022 در استان چهارمحال بختیاری گرد بیشه به همراه دوستان خود دستگیر شد. او یک رپر جوان و منتقد اجتماعی است که تنها جرم او سخن راست گفتن است. بنا به اطلاعات موثق اکنون تحت وحشیانه ترین شکنجه هاست. سر شکنجهگر توماج پاسدار حمید نگارستانی، معروف به حمید نگار است. حمید نگارستانی متولد کرمان، پاسدار سارالله کرمان بود که به اصفهان منتقل شد. حمید نگارستانی اکنون به شکنجه های جنون‌آمیز توماج صالحی ادامه داده و هر لحظه امکان کشته شدن توماج به دست این مزدور جنایتکار است. من وجدان‌های بیدار جهان را به یاری برای نجات توماج صالحی دعوت می‌کنم. اقبال اقبالی. مهدی یراهی، آهنگساز و خواننده مردمی در ایران، نوشت: سایبری‌ها مخمور از بازداشت توماج صالحی طوری رجز می‌خوانند که گویی بنا بوده هرگز دستگیر نشود. همه ما که در ایرانیم هر لحظه ممکن است در این راه بازداشت، شکنجه و کشته شویم. علی کریمی با هشتگ توماج صالحی را آزاد کنید نوشت: به جرم حقیقت گویی جانش در خطر است. امیر بیلقب، خواننده رپ در ایران: نبینم هم باد بگیری، نبینم رویتون رو از دست بدینا، نبینم بشینین یه جا ناراحت زانو بغل کنینا. مسیر ادامه داره، مسیر ادامه داره،
او مگه این همه مبارزه تو طول تاریخ ندیدید؟ مردم وقتی پیروز میشن میرن زندونیاشون رو از تو زندون در میارن. تا امروز هر شکلی بودی، امشب و فردا هم همون جوری. هر کی گفت نمیدونم خودشو تحویل داشت، هر کی گفت داشت فرار میکرد، هر کی گفت مرز بود، همش چرت و پرته. ما اصلا چیزی به نام فرار نداریم، چیزی به نام ترس نداریم. ما مراقب هستیم ولی ترس نداریم. تو ماج میدونست میگیرنش، میدونست میگیرنش. واسه چی به شما گفت میخوام واسه تون یادگاری بذارم؟ مگه یه نفر چقدر میتونه لوکیشن جا به جا کنه؟ بالاخره گیر میفته. زنگ نزنید پیم نه آقا فرار کنید، مراقب خودتون باشید. آقا به جای این کار کار خودتو انجام بده. کجا برم؟ اینجا ایرانه آقا، اینجا مال ماست. کجا بریم؟ جایی نداریم واسه رفتن. مسیر ادامه داره. فقط اونور یا باید کاری کنن صدا شنیده بشه، این خبر شنیده بشه. نتونن کاری کنن، که نمیتونن کاری کنن، نمیتونن با توماچ کاری کنن. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 از چهره‌های فعال حامی جنبش انقلابی زن زندگی آزادی نوشت: توماج صالحی صدای مردم است و صدای مردم با بازداشت و شکنجه ساکت نخواهد شد. تقدیمی این هفته از مرتضی برجسته به مردم ایران. تاریخ ایران به جوانهایی که در طی این سالهای اخیر با رشادت فریاد آزادی مردم در بند ایران بودند افتخار میکنه. از جمله این لشکرهای یک نفره که قهرمانهای مبارز مردم ایران هستند، توماج صالحی هست. لشکر یک نفرهی که همراه با هزاران همسنگرش با رشادت به صحنه نبرد خیابونی اومده و درد مردم رو با هنرش فریاد زده. ما هنرمندان متحد خارج از کشور که دغدغه مردم و مملکت رو داریم، دوشا دوش هنرمندان داخل کشور که دغدغه مردم و مملکت رو دارن همراه هستیم و پیوسته از تمام اونها پشتیبانی خواهیم کرد. بعد از اعتراضات سراسری سالهای 96، 97، 98 و 1400 که اساسا جنبش اعتراضی موزبگیران، بیکاران و جوانان بیاینده ایران بود، امسال این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی با همین شعار و با روندی که تا امروز دیده ایم یک تحول تاریخی را هدف گرفته. ما طبقه متوسط نابود شده ای داریم که از نظر سطح زندگی به جمعیت فرودستان جامعه اضافه شدن، یعنی یک شکاف بزرگ اقلیت ثروتمندان نوکیسه و اکثریت فقیر داریم. این اکثریت کل جمهوری اسلامی رو مسئول فلاکتش میدونه. این فلاکت با فشار اختناق ایدئولوژیک انباشته میشه و ازش جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در میاد. یعنی معنای روشن هم مسیری که مردم تا حالا براش مبارزه کردن، هم بیان آینده این جنبش، یعنی هم برای برابری زن و مرد، برای زندگی که لازمه اولیش داشتن نان و مسکن بی دغدغه است، همون چیزایی که مردم دست کم از سال 96 تا حالا تو خیابونا فریاد زدن، و هم برای آزادی کامل از وضع موجود. این که میگم تحول تاریخی، آزادی کامل از وضع موجود با مخالفت علنی با حجاب اجباری و با همه سنت های پدرسالار یک جامعه سنتی سالهاست شروع شده با این نسل های جدید امروز، و الان هم میبینیم که با همین مخالفت علنی با حجاب اجباری ادامه پیدا میکنه و کل حکومت رو هدف میگیره که پاسدار اون نظام سنتی پدرسالار مذهبی است. این جنبش زن زندگی آزادی بی تردید ویژگی های خودشو داره، اما یک نقطه اشتراک هم داره با همه جنبش های انقلابی: با افت و خیز پیش میره، درست مثل جنگ و گریزی که کف خیابون میبینیم. در
همین مقیاس آدم میبینه که گاه جنبش انقلابی عقب نشینی میکنه، حکومت شروع میکنه به بازداشت‌ها و دستگیری‌ها، گاه جنبش انقلابی کف خیابون به طور سراسری حمله میکنه و حکومت ناگزیر همه نیروشو میاره تو خیابون، کم میاره حتی، و نمیتونه دستگیری‌ها و بازداشت‌های فله‌ای رو ادامه بده. میبینیم همیشه این افت و خیز هست. سوال: آیا زوده هنوز که سرنوشت این رویارویی بین حکومت و جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو ببینیم یا لااقل دریابیم، بفهمیم، بدانیم؟ در خدمت آقای دکتر عباس امانت هستیم، استاد تاریخ در دانشگاه ییل آمریکا و نویسنده کتاب‌های متعدد در حوزه تاریخ قدیم و جدید ایران، از جمله قدیم که میگم منظورم دوره قاجار، اساساً از جمله اسلام آخرالزمانی و شیعه ایرانی. آقای دکتر امانت خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من پرسشو مطرح کردم، اگر شنیدید خواهش می‌کنم من دیگه تکرار نکنم، بفرمایید. با درود و عرض تشکر به شما و درود به خوانندگان، به بینندگان شما، پرسشی که شما مطرح کردید خب زوایای مختلف خواهد داشت. البته برای هیچ جنبش مردمی و به طور قطع برای جنبشی که امروز ما شاهدش هستیم در ایران نمیشه موعد معینی رو یافت که این جنبش به یک مرحله جدیدی منتقل بشه. بدون شک در حال حاضر یک نقطه عطف بسیار بزرگی در تاریخ معاصر ایران، در تاریخ قرن بیستم ایران هست، یعنی که ما ناظر یک اعتراض عظیمی هستیم که خب شاید شکل انقلابی به خودش خواهد گرفت و نشانه در واقع بیش از هر چیزی ورشکستگی مهندسی اجتماعی جمهوری اسلامی است. یعنی پس از 44 سال ادعای اسلامی ساختن جامعه، در حال حاضر ما با یک اعتراضی مواجه هستیم که در واقع بطن و اصول آن نظامی که به مردم ایران به زور اعمال شده رو مورد پرسش قرار داده و در واقع رژیم جمهوری اسلامی هم در مقابل چیزی عرضه نکرده، حداقل در این 6 هفته گذشته، 7 هفته گذشته، جز سرکوب و ددمنشی و دادگاه‌های فرمایشی و شکنجه و آدمکشی. پس ما در این موقعیت بسیار مشکلی هستیم به خاطر اینکه در پاره ای از نهضت‌های گذشته جریانات انقلابی، جنبش‌های انقلابی، یا ما با دولتی مواجه بودیم که به نسبه تضعیف شده بود. این رو بدون شک در مورد ایران اگه بخوایم اطلاق کنیم در انقلاب مشروطه میبینیم که دولت قاجاریه در مواجهه با خواسته های اولیه انقلاب مشروطه سر مسالمت پیش آورد و اجازه داد که این نهضت رشد کنه. در انقلاب 57 هم تقریبا کم و بیش کمچین وچه‌ای رو میبینیم که خب دولت به ظاهر مقتدر پهلوی علیرغم همه ابزارهای سرکوبی که داشت در مقابل پیدایش این جریان انقلابی سال 1356-57 به تدریج رویه خودش رو باخت. آیا حالا باید دید که ما در شرایطی که فعلا با اون مواجه هستیم آیا دولتی که در مقابل، نظامی که در مقابل هست، رژیمی که در برابر هست، خودش رو در هنوز در موقع قدرت میبینه یا گرفتار یک توهم و یک مشکلات همیشگی که 40 سال گذشته به مردم ایران عرضه کرده هست، یا اینکه در درونش شکاف‌ها و ریزش‌هایی هم وجود داره؟ خودتون چی فکر میکنین آقای دکتر؟ والا تصور من اینه که سردمداران این رژیم که در مقامات بالا هستند
به کلی تکلیفشون روشنه. اینها در وضعیتی هستند که امکان این که چشم بکشایند و به واقعیت دنیای ایران توجهی بکنند برشون وجود نداره به گمان من. ولی در بدنه جامعه ایران که خب بخش عظیمی شاغلین دولتی هستند، طبق بعضی از آمار قریب 70% جمعیت شاغل ایران یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم وابسته از نظر ارتزاق به دولت هستند و خب این درصد بسیار بزرگ که شاید قابل مقایسه با کشوری سوسیالیستی در واقع نظیر اتحاد شوروی بود و هست، اون وضعیتی است که مشکل میکنه کار رو برای این بدنه که ناگهان تغییر چرخشی داشته باشه، تغییر جهتی بده و به طرف اون فرزندانی که در خیابانها با شور و با دلیری در مقابل این نیروهای سرکوب امنیتی ایستادند بپیونده. خب بالاخره ارتزاق هست، مسئله زیست هست و اینها همه مشکل رو بزرگتر میکنه. حالا گمان من اینه که آیا نهضتی که جنبشی که صرفاً وسیله جوانان در خیابان‌ها، در صحن دانشگاه‌ها، در مدارس شکل گرفته به خودی خود قادر هست که یک همچین بار عظیمی رو در مقابل یک دولت تبهکاری مثل جمهوری اسلامی پیش ببره یا خیر؟ خب این نکته‌ایه که شاید باید بیشتر در موردش بحث کرد. من به کلی نمیگم که غیر ممکنه، ولی خب به عنوان یه مورخ عرض میکنم که در گذشته نهضت‌هایی که جریاناتی که انقلاب‌هایی که به این صورت بودن معمولاً فروکش میکنند یا اگر فروکش نکنند مدت بسیار طویلی طول میکشه تا بتونن اون گروه‌های دیگر اجتماعی رو همراه خودشون بیارن و وارد صحنه بکنن. وظیفه امروز جامعه برون مرزی به گمان من آن هست که این نکته رو در بیابه برای کمک و مساعدت و توصیه به این نسل جوان درون مرزی، حداقل یک گفتگوی رو آغاز بکنه که چه خواسته ها و چه اهدافی رو میتوان تصور کرد. البته این به هیچ عنوان به این عنوان نیستش که ما یک نسخه نویسی بکنیم برای جوانانی که امروزه در خیابانها و در دانشگاه ها جان خودشون رو به خطر میندازن. ما در اون موقعیت نیستیم، به قول معروف کنار گود نباید بنشینیم و به اونها توصیه، ولی میتونیم توصیه بکنیم، میتونیم حداقل تفکر خودمون رو با اونها در اشتراک بذاریم و راههایی رو بیابیم. شما تصویری نشون دادید از آقای توماج صالحی که واقعا بسیار از نظر عاطفی دردناک بود برای همه ما که میبینیم امروزه گرفتار شده. خب این صدای این نسل جوانه، صدایی که آگاهه یا حداقل ما از فاصله دور تصور میکنیم یک آگاهی داره، در رفتار کردارش که در این اعتراضات میبینیم یک همچین پدیده‌ای به عنوان یک نوع آشتی درونی درش وجود داره، مسالمت داره، اهل انعطاف شاید. خب این پس آماده است برای اینکه یک گفتگوی با خارج یا با برون مرز داشته باشه، به ویژه در شرایطی که در داخل ایران خب همچین امکانی ابدا وجود نداره. نمیدونیم آقای دکتر امانت عزیز، خودشون از جمله توماج در ویدیوهایی که منتشر کرد قبل از اینکه بازداشت بشه به صراحت میگه، من اینا رو دیگه وقت نیست چون برنامه ویژه توماج صالحی نیست اصلا،
که سازماندهی در ایران وجود داره، ارتباطات هست، هماهنگی ها هست. حالا در طول برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد. من فقط برای اینکه این بحثی که الان شما باز کردین و یه مقدار مشخص‌تر و خواهش می‌کنم کوتاه‌تر بتونیم جمعش بکنیم. ببینید شما در مطلبی برای فهم خودم عرض می‌کنم که بحث روشن بشه نتیجه‌اش، در مطلبی که با عنوان اعتراضات سراسری ایران زمان بیم و زنان امید اخیراً از شما منتشر شده، پرسش رو مطرح کردین که در پیوند با همین صحبت که الان کردین شاید باشه میخوام مطرح بکنم. میفرمایید که آیا قشری جوانتر و خردمندتر درون نظام حاکم گوش شنوایی برای پیام نسل جوان خواهد یافت تا به جای خشونت و ستیز و انحصارخواهی راه بردباری و مسالمت را برگزیند؟ منظورتون آقای دکتر بیات به طور روشن این است که آیا راه اصلاح این نظام حاکم در همین شرایط همچنان باز است و ممکنه بشه مثلا جوانان آگاهی که شما ازشون صحبت میکنین با جوانان خردمند درون نظام بتونن از راه مسالمت اوضاع رو این تحول تاریخی رو پیش ببرن؟ تصور من آی دکتر امانت معذرت بخوام، خیلی عذر میخوام، خواهش میکنم، تمنا میکنم، بفرمایید. تصور من این نیستش که راه رستگاری برای این نظام هست، این در توان من نیستش که یک همچین نکته عظیمی رو بخوام اینجا طرح بکنم، ولی این نکته رو میتونم بگم که بالاخره همونطور که عرض کردم یه جمع بزرگی از کسانی که در ایران شاغلین هستند، نسل متوسط هستند، نسلی هستند که مسنتر از نسل جوانی هستند که در خیابان هست، اینها احتیاج به یک سلسله راهکارها، به یک سلسله هشدارها، یک سلسله هوشیاریهایی باید باشه که امکان گفتگو رو ممکن بسازه. برای اینکه شما بیشتر از هر چیز، برای اینکه خیلی کوتاه این نکته رو بگم، مشکلی که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره نه تنها مسئله این نسل جوان در خیابان و در دانشگاه و در مدارس هست، بلکه مشکلات اقتصادی بسیار عظیمی که اون رو در واقع در آستانه ورشکستگی قرار داده. وضعیت اسفناکیه که همونطور که خود شما در مقدمه متذکر شدید، جامعه ایران رو به فرق کشیده، جامعه ایران رو به یه فلاکتی وادار کرده که ما امروز شاهدش هستیم. و این اختلافی که بین اون مافیای طرفدار جمهوری اسلامی هست و بقیه جامعه ایران بیش از بیش مشهوده. پس من تصورم اینه که ممکنه یک مورد اصلاحی پیدا بشه، حد وسطی پیدا بشه، ممکن هم نشه. در مقامی نیستش که من در خارج در برون مرز بشینم و همچین تصوری یا همچین نسخه ای رو داشته باشم، ولی میتونم حداقل این نکته رو متذکر بشم که این جامعه خارج از ایران باید بیشتر بیاندیشه، بیشتر گفتگو کنه، بیشتر از این مسائل جناحی کنار بره، به یه مرتبه فراجناحی برسه تا بتونه مسائل بهتری رو عرضه کنه، در واقع اینو ساخت و پرداختی رو عرضه کنه که به درد جامعه ایران و به درد این نسل جوان بخوره. حالا اینکه اونها بپذیرند یا نپذیرند یا به راهی برند که ما تصور میکنیم از نظر یه مورخ، بازم عرض میکنم، که راه صالح تریه یا نرند، اون به عهده اونهاست. بسیار خوب، اجازه بفرمایید که بخشی از این پرسش ها رو با خانم دکتر فرنگیس بیات هم مطرح بکنم. خانم بیات خوش آمدید به امشب صفحه آخر. دکتر فرنگیس بیات فارغ التحصیل مؤسسه مطالعات سیاسی لیون فرانسه هستند، نویسنده کتاب مشاطه‌گری تاریخ با مهندسی نفرت در آکادمی که خود اسمش خیلی معنی داره. حالا خانم دکتر بیات، ببینید بخشی از ما اگه بخوایم برگردیم به بحث قبل، من فکر می‌کنم به باز کردن هیچ نکته‌ای در ادامه نخواهیم رسید و همش متمرکز میشیم به همون چند مبحثی که آقای دکتر امانت مطرح فرمودند که
قطعا فرصت باشه باز برمیگردیم و صحبت میکنیم. ولی الان من میخوام به یک بخش مهم پرسشی که همیشه در طول این مبارزات و جنبش اعتراضی در ایران مطرح بوده است از سوی بخشی از جامعه روزنامه‌نگار، نویسنده، سیاسیون و حتی داخل حکومت، و شما هم یکی از حوزه های فعالیتتون بوده، مسئله عدم خشونت. ببینین، مبارزه صنفی و مدنی مردم برای زندگی بهتر به نقطه امروز رسیده، در این فکر میکنم همه متفق القول هستیم. نسلی که الان داره مبارزه میکنه برای تغییر وضع موجود دنبال خشونت نیست. اینو به این دلیل عرض میکنم که صحبت‌های چند تا از همین جوانای کف خیابون رو اینجا و اونجا در فضای مجازی دیده ایم، و همین توماج صالحی رو اگر ما به فرمایش آقای دکتر امانت بیان آگاهی نسل جوان امروز، البته با بیان شور نسل جوان امروز فرض بکنیم، بذارین خواهش میکنم که درباره همین موضوع یه تیک از توماج صالحی بشنویم. میگم به عنوان نه توماج، به عنوان نماد شور و آگاهی نسل جوان امروز در خیابون. بعد برمیگردیم. پیشبینی من اینه که به مرور زمان بخش شجاعتر و با ایمانتری که الان حضور دارن، توی این سه هفته، بیش از سه هفته حضور داشتن، این بخش مقاومت میکنه. بخش های دیگه به مرور همینطور که الان دارید میبینید به ما ملحق میشن، این جمعیت گسترش پیدا میکنه، چون تا زمانی که ما به جمعیت میلیونی نرسیم فایده نداره. اگه شما توی تظاهرات خشن برخورد کنی، جمعیت ما ریزش میکنه، میترسن مردم. خب اونا آدم های عادی هستن، نظامی که نیستن، خب سلاحی هم که ندارن، دست خالی اومدن اونجا. فرض کنید که من اسلحه، یهو وسط جمعیت اسلحه در میارم رو به نیروهایی که اسلحه رو به ما گرفتن، مردم خود ما میترسن میرن. من پیش بینیم اینه که جمعیت بدون اینکه ما همینطوری که الان داریم پیش میریم با دست خالی در واقع گسترش پیدا میکنیم، اونا همینطوری که الان دارن ریزش میکنن بیشتر ریزش میکنن و به یه جمعیتی میرسه که اصلا کسی نمیتونه جلوش رو بگیره. حتی شک هم من به این حرف ندارم، خیلی به نظرم واضحه. خب بفرمایید خانم دکتر فرنگیس بیات که آینده رو چگونه میبینید؟ آیا باز هم با توجه به همین صحبتهایی که شد و آنچه که کف خیابون میبینیم، آینده خونین انتقام جویانه انقلابی سرنوشت ایران است، یا خردمندی که تو صحبت‌های توماج هم دیدیم ممکنه نتیجه دیگه ای بده؟ سلام میگم به شما و به مهمان محترم برنامه‌تون و همینطور به بینندگان این برنامه. ببینید آقای فلاحتی، جامعه ایران در چهار دهه گذشته در فراز و نشیب‌های متعددی همواره شکلی از مبارزه بدور از خشونت رو و حتی علیه خشونت رو انجام داده. خیلی دور نیست از اون روزایی که مردم با همین ابزارهای محدود آنلاین در کمپین‌های نه به اعدام شرکت می‌کردن. به دهه 60 که برگردیم ببینیم که خانواده‌های دادخواه در گروه های متعددی علیه اعدام، علیه خشونت سیاسی و علیه پربنیست کردن بچه هاشون، روشن فکران، نویسنده ها. همینطور که شما دهه به دهه میایین جلو میبینید که این جنبش اجتماعی همچنان در داخل جامعه ایران فعاله و همچنان از ابزارهای غیر خشونت آمیز مثل مشارکت در انتخابات، باور کردن وعده های جمهوری اسلامی در ایجاد تغییرات، باز رفتن به پای صندوق های رای و همه این کارها را انجام داده و همچنان متعهد به اینه که خشونت رو انجام نده. خشونت برای جنبش دموکراسی خواهی ایران نه مطلوبه، نه هدف، نه هیچ وقت ابزار بوده. بحث خشونت، وقتی صحبت از خشونت میکنیم باید متوجه بکنیم اون رو به مسئولیت حکومت در به وجود آوردن این خشونت. ما هنوز تکلیف
سرکوب خونین آبان هنوز روشن نیست. ما حتی در مورد تکلیف سرکوب سراسری دی 96، تابستان 97، تابستان 1400 هنوز خبر نداریم. ما هنوز اطلاع نداریم به چه طریقی این خشونت در اون سطح گسترده اتفاق افتاده. با این حال مردم همچنان متعهدند به این که از خشونت در واقع بپرهیزن. خشونت براشون نه هدفه، نه ابزاره، نه مطلوبه. فراموش نکنیم خیزش شهریور بلافاصله پس از قتل ژینا شروع میشه، در نه و اعتراض به این خشونت بسیار وحشیانه که در نهایت به کشته شدن این دختر 22 ساله منجر میشه. میخوام بگم ماهیتاً این جنبش دموکراسی خواهی در سطوح و لایه های مختلفی که در واقع تشکیل شده همواره از خشونت پرهیز کرده و اساساً خشونت براش مطلوب نیست. بحث خشونت بحث رفتار حکومت در ایرانه و نه مردم. بسیار خوب. به این اعتبار من این رو میخوام بگم بله. به این اعتبار اگر نگران خشونت آمیزتر شدن جریان اعتراضات هستیم، من میگم که ما چون با جمهوری اسلامی طرف هستیم باید نگران خشونت آمیزتر شدن باشیم و این مسئولیت حکومته. این روزها میبینید در اعتراض به کشته شدن ژینا متاسفانه تا همین امروز در حدود 270 شهروند بیگناه کشته شدن و در این میون نزدیک 50 کودک کشته شده. تعدادی از این کودکان از داخل مدارس کشته شده. ببینید نحوه این کشتار و نحوه وقوع این قتل‌ها به ما رفتار و تصمیم و اراده سیستم رو نشون میده و بعد این مرتبط احتمالاً با سوال‌های بعدی که شما خواهید پرسید. ببینین من نمیدونم سوال‌های بعدی که خواهم پرسید چیه. ببینین خانم دکتر، آیا فکر میکنید که این یعنی آنچه که دارین میبینین، چون میخوام بحث ادامه خشونت رو میخوام برسونم به آنجایی که این جنبش انقلابی با سران حکومت چه میخواد بکنه و با این وضعیت که امروز هست و با این خشم عمومی جوانان و از طرف دیگه فریادهای مبارزه ضد خشونت، فریاد مخالفت با اعدام، فریاد و همه اینا هم درست منتها چه میخواد بکنه. این مشروط به این است که منوط به این است که اول بپذیریم که یعنی اول شما ببینم نظرتون چیه، آیا این جنبش به سمت سرنگونی به طور مستقیم یعنی یک انقلاب برای فروریزی فروکوفتن نظم موجود داره ادامه میده یا نه آنطوری که شک آقای دکتر امانت هست ممکنه شاید این وسط یک راهی برای کاهش خشونت ها و مسالمت جویی هم فراهم بشه؟ اینو اول بفرمایید تا بعد اون سوال بله. ببینید من اون چیزی که میبینم حداقل برداشت من این هست که حکومت عقب نشینی نمیکنه و توانش رو هم نداره که بپذیر خواستهای معترضان رو، مخالفان رو. از سوی دیگه در یک بستری قرار داریم، شرایط یک ویژگی هایی داره که مردم هم عقب نشینی نمی کنن، کما اینکه در طول 6-7 هفته گذشته علارغم سرکوب بسیار شدید می بینید که تعداد شهرهایی که هر روز به عنوان مشارکت کنندگان در این انقلاب اسمش داره ثبت میشه داره افزایش پیدا میکنه و اقشار مختلف و متعدد با شیوه های متنوع دیگری اضافه میشن. اما این که در آینده این چه خواهد شد این یه سوال دیگه‌ایه که اگر وقتش باشه من اندکی در مورد اون صحبت بکنم. فکر میکنم که موضوع مهمی باشه بحث این که عدالت احتمالاً در آینده در قبال چنین خشونت‌هایی به چه سمت و سویی می‌خواد بره. ما با چه مدل عدالتی باید نظم بعدی رو تصور بکنیم؟ اگر خاطرتون باشه حمید نوری در دادگاه استکهلم در آخرین جمله‌هایی که از خودش دفاع کرد گفت آشتی آشتی فردا بریم تو کشتی.
در واقع منظورش این بود که هم ببخشید هم همه چیزو فراموش بکنید. به هر حال این یک اسلوبه در تحقق عدالت، همه چیز رو ببخشیم و همه چیز رو فراموش بکنیم. شیوه دیگری هم وجود داره، میگه نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و تا پایان تحقق عدالت نیستیم. خب حمید، اولا عذر میخوام، حمید نوری به اصطلاح دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی که محاکمه شد و محکوم شد و الان در زندان همچنان، ببخشید اینو گفتم برای بینندگان که احیانا نشناسنش، به ادامه بفرمایید خواهش میکنم. بله بله، منظور اینه که دو روش یا دو شاید بشه گفت دو پنجره به تحقق عدالت قابل تصوره. یک پنجره این هستش که کل این خشونت‌های گسترده، سیستماتیک، کشتار، تلمبار جنایت در مورد جمهوری اسلامی، باید از این واژه به نظر میاد که باید استفاده کرد، تلمبار جنایت رو فراموش کنیم و بعد بریم و یک زندگی جدید دیگری رو بسازیم. مسئله اینجاست که بدون تحقق عدالت اساسا غیر ممکنه، یعنی ما نمیتونیم بدون رسیدگی به اون دادخواهی قاطعانه و نه صرفا بخشش و فراموشی و به اصطلاح عدالت نمادین و عدالت گفتگو، اینها هم خوبه، اینها هم باید باشه، ولی اینها کافی نیست. من یه نمونه خدمت شما عرض بکنم، شاید هم دو نمونه. یک بحثی وجود داره مبنی بر این که اساساً هر گونه عدالت کیفری رو باید از آینده سیاسی ایران حذف کرد، یعنی این که تمام کسانی که جنایت انجام دادن ما عدالت کیفری رو در موردشون اجرا نکنیم. من شخصاً از چنین چشماندازی در تحقق عدالت میترسم. خطرش این هست که وقتی مردم نسبت به تحقق عدالت اطمینان کافی نداشته باشند، وقتی مطمئن نباشند که عدالت قراره به درستی در دادگاه صالحه، در دادگاه عادله برقرار بشه، دست به خشونت در ممکنه که در همه خیابونها بزنن، ممکنه که افراد به طور خودسرانه ای تشخیص بدن یا احساس کنن که باید عدالت رو خودشون اجرا کنن. بنابراین پذیرفتن اجرا و پیگیری برای یک شکلی از دادخواهی قاطعانه در قالب عدالت کیفری لازمه، یعنی حتی اعدام. ببینید میتونه اینطور باشه، من یعنی رک صحبت، ببینید با فضای امروزی که ما داریم در ایران میبینیم همین وضع. اجازه بدید بله داشتم جمله‌مو کامل میکردم. بله به اون شکلی که من اسمش رو میذارم عدالت قاطعانه یا دادخواهی قاطعانه، ما یک شکلی از دادگاه نورنبرگ رو لازم داریم. شما تصور بفرمایید که اگر در طی یک پروسه عدالت کیفری 20 نفر حکم اعدام بگیرن، ولی ما با یک جامعه طرف هستیم که اگر این پروسه رو به طور کلی کنار بذاریم و بهشون بگیم امکان نداره ما چنین رسیدگی کیفری رو بتونیم انجام بدیم، شما باید منتظر باشید در تمام کوچه خیابون‌های ایران یه نفر کشته بشه. ممکنه بحث میخوام بگم که عدالت توده‌ای جای عدالت کیفری رو میگیره. ممکنه که در مدل اول 20 نفر اعدام بشن، ولی در عدالت توده‌ای هیچ کسی در هیچ خیابانی امنیت نخواهد داشت و بعد این به طرف آشوب کشیده میشه. ما باید برای برقراری اون شکل از عدالت با همه این ملاحظات نگاه بکنیم. ایدئال بسیار خوبه، اینه که ما بتونیم اعدام رو به طور کلی از صحنه عدالت قضاییمون حذف بکنیم، اما شرایط ما چی میگه؟ آیا ما در یک وضعیت کاملا آماده ای هستیم و بعد به مردم بگیم، بعد مردم رو از اجرای عدالت ناامید بکنیم؟ حالا ممکنه که در اون پروسه بریم دادگاه ها رو برگزار بکنیم، حالا این بحث ها مال بعده ها، مال خیلی الان نیست، برگزار بکنیم و در نهایت همزمان با اون برای فرهنگ سازی، برای آشتی عمومی، برای بحث های این شکلی هم اقدام بکنیم و بعد مردم رو راضی بکنیم که اصلا اعدام رو برداریم. من نظرم اینه، من از منظر سیاسی این موضوع رو دارای یک پتانسیل خیلی بالایی برای بی‌ثباتی و ناامنی میبینم. بنابراین فکر میکنم که در یک سطوحی ایستادن روی اجرای عدالت کیفری به اون شیوه تا
خیلی نباید دور از ذهن باشه. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر امانت، من با اجازهتون میخوام در ادامه صحبت که آقای دکتر امانت هاش ندارن. خب قربونتون برم، یه خورده تعلل اتاق فرمان ماست، حالا ببخشید. خب ببینید، من در ادامه اون صحبت داخل و خارج که شما مطرح فرمودید و مسئله توصیه کردن ارتباط هماهنگ در واقع فکری به ویژه که در صحبت اول مطرح فرمودید، میخوام یک اشاره داشته باشم به جنبش دانشجویی در شرایط فعلی و آنچه که آقای علی افشاری از رهبران جنبش دانشجویی دهه 70 خورشیدی نوشتن رو یه پاراگرافش رو بخونم و بعد برسیم به وضعیت امروز. نوشتن: نسل کنونی فعالان دانشجویی مدل مؤثر و جدیدی از رهبری را در قالب جمعی به نمایش گذاشتند که باعث سردرگمی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران شده. بدون آنکه تشکل، گروه و یا فرد خاصی فراخوان تجمع بدهد و یا مرکز هدایت کننده ای وجود داشته باشد، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف به صورت هماهنگ در شکل مقتدرانه و با صلابت در چارچوب عمل جمعی و جنبشی کنش اعتراضی انجام می‌دهند. شعارها و مطالبات که اصل نظام را هدف قرار داده و خواهان تغییرات انقلابی در دانشگاه‌های مختلف شده، تناسب و اشتراک بالایی دارد بین دانشگاه‌ها. علاوه بر شعار و نافرمانی مدنی، ابتکارها و اقدامات نمادی نیز نقش پررنگی در کنشگری حال حاضر دانشجویان ایران دارد که از جمله این ابتکارها مثلا فرض بفرمایید مختلط کردن سلف غذاخوری از حالت زنان مردانه در آوردن و اینها. الان هم که خب میدونیم که در واقع برای نخستین بار بی سابقه است در واقع که اکثر دانشگاه‌های ایران دولتی و خصوصی محل اعتراض‌های در واقع دیگه از اعتراض‌های صنفی کاملا در اومده به اعتراض‌های سیاسی شده است. اگر آقای دکتر امانت، سوالم این است، اگر این شکل از رهبری و هدایت جنبش دانشجویی در دل جنبش انقلابی زن زندگی آزادی وجود دارد که شواهد نشون میده وجود داره و به هر حال ارتباطات میگوید که وجود داره، همین شکل در مبارزات خیابانی هم احتمالاً وجود داره؟ من از شما میخوام بپرسم، چون نمیتواند تداوم داشته باشه و بنابراین رهبران میدانی در واقع هستند که دعوت میکنند و هدایت میکنند و مقابله میکنند حتی با سرکوب، با عوامل سرکوب. آیا همین ها رهبران جنبش سراسری رو معرفی نخواهند کرد؟ بسیار ممنونم. البته من یکی دو نکته در واقع همراهی با اون مسئله که خانم دکتر بیات مطرح کردن دارم، ولی فعلا اون رو شاید بذارم بعداً بهش بپردازم و ابتدا پاسخ این نکته‌ای که شما فرمودید رو بدم. من ای کاش که با شما در این خوشبینی و امیدواری شریک بودم، اما باز هم بدون اینکه بخوام در اینجا فخری بفروشم، کار مورخین همیشه درسی که بسیار بعیده که از تاریخ درسی گرفت به گمان من، ولی آنچه که تاریخ به ما میآموزه تا یه اندازه به ما هشدار میده آن استش که خیزش های مردمی و انقلاب ها یه امور خیلی پرآشوبی هستن و اینکه ما تصور بکنیم که یک راه خیلی روشن و درجه بندی شده، زمان بندی شده براش وجود داره، چنین نیست. یعنی یک درجه از تصادف درش حاکمه. حالا اگر ما تصور کنیم که از درون این جنبش که ما شاهدش هستیم از نسل جوان یک نوع رهبری پیدا خواهد شد، این بود که تصور میکنم این بود پرسش شما از من، اینه که بله همچی چیزی خواهد بود. برای من که در خارج نشستم و از دوردست فقط از راه ویدیوهای کوتاه میتونم ببینم در داخل چه میگذره، بسیار مشکل پاسخ به این پرسش. شاید اونایی که در درون هستن، شاید کسانی که شما باشون در تماس هستید، بهتر میتونن این رو روشن کنن. حتی آقای علی افشاری با همه این که من خیلی به کارشون علاقه دارم، خب ایشون هم به نسل دیگه ای تعلق داره که شاید ما نباید
یک دیدگاه خوشبینانه بیشتر از اندازه ای داشته باشیم. اون چیزی که باید بهش گفت wishful thinking در انگلیسی. ما باید یه مقداری با واقعیت با این موضوع مواجه بشیم. رهبری به صورت منتشر، بله ممکنه که در نهضت‌های تازه‌ای که در نسل جوان در به خاطر وجود رسانه‌های اجتماعی، به خاطر دلایل دیگری که اجازه میده بهشون با همدیگه در ارتباط باشن، کاریو بکنن که در گذشته در حتی در انقلاب 1357 در ایران مقدور نبود. خب شاید درسته و باید پذیرفت که ممکنه یه رهبری خودجوش درونزا پیدا بشه که ما اصولا نمیشناسیم و با ماهیتش آشنایی نداریم، ولی بالاخره یک سلسله اصولی هست، یک سلسله خردورزی هایی هست که نباید از اونها غافل موند. ما باید به عنوان، یعنی به نظر من میخوام توصیه کنم که انقلاب 1357 باید برای ما یک تجربه، متاسفانه تجربه های تلخی داره که نباید دوباره تکرار بشه. خب اون که یک رهبر کاریزماتیک داشته و آخوند قدر قدرتی که خب به دلایل متعددم که جای بحثش الان نیست در واقع بسیار گنده تر از اونی که بود کردن اون رو، و خب و مردم هم همه بهش ایمان داشتن و تنها کسی بود که بلا منازع رهبر بود. ما الان چنین چیزی نداریم. اصولا سوالم اینه آقای دکتر امانت، این فقدان رهبری که الان هست، بله این فقدان رهبری سراسریه دیگه، نداریم همچین چیزی در ایران، این حسن برای این جنبش انقلابی فعلا یا شر یا اینکه ضرر داره؟ بفرم. ببینید ما اگر فیلمثل یه مقایسه بکنیم با انقلاب مشروطه که اتفاقا به نظر من جای اون هست، منم توجه کردم که افراد متعدد این در واقع مقایسه رو با انقلاب مشروطه کردن، به همون دلیلی که خودتون گفتید که انقلاب 57 خب راه دیگری رفت که متاسفانه به وضعیت فلاکتبار امروزی انجامید. ولی انقلاب مشروطه باید گفتش که اگرچه رهبری متمرکزی نداشت و شاید تا پایان هم، یعنی حتی تا 1921 1300 شمسی و وقوع کودتای که منجر به روی کار آمدن دولت سید ضیاء طباطبایی و بعدن رضاخان و دولت پهلوی شد، تا اون دوره هم هیچ وقتی رهبری یگانه ای پیدا نکرد. ولی همواره از ابتدای کار، از 1905 اگه بخوایم معادل میلادیشو بگیم، در بازار طبقه تجار یه سلسله خواسته ها و یه صدایی داشتن که میگفتن که ما این خواسته ها رو داریم. طبقه اصناف ازشون دفاع کردن، بعدها در مجلس یک صدای وکلای زبردستی پیدا شد که توانستند این رو بیشتر ساخت و پرداخت بدن، بست و توسعه بدن، نظیر کسانی مثل تقی‌زاده نماینده خیلی بزرگشون، میرزا آقای تبریزی، دیگران. یک طبقه دیگری از نسل جوان اعیان بودند که اینها طرفدار مشروطه بودند، مثل میرزا حسن خان مشیرالدوله و امثال اینها که همه خیلی موثر بودن در شکل‌گیری انقلاب مشروطه، یا طبقه وعاظ میان رتبه، کسانی که منبری بودند و به کلی مخالف بودند با جریانی که مشروع خواه بود و اونها طرفدار انقلاب مشروطه بودند، مثل فرض بفرمایید سید جمال الدین اصفهانی وایس و نظائرش، ملک المتکلمین، دیگران. اینها همه یک پیوندی و گفتگوی با هم داشتن، همیشه هم با هم موافق نبودن، ولی یک درجه ای از مسالمت در کار بود که اجازه میداد گفتگو ادامه پیدا کنه. و دو محور اصلی که داشت، یکی قانونمندی، یکی تجدد، این در واقع بین همه اینها مشترک بود.
آیا ما در فضای فعلی در موقعیت حالیه در ایران یک فضای مسالمت و مشارکت چه برون مرزی چه درون مرزی میتونیم ببینیم یا خیر؟ این مسالمت و مشارکت رو بین مخالفان جمهوری اسلامی میفرمایید؟ بله. البته میگم بین مخالفان، ولی خب بالاخره جمع بزرگی از مردم ایران که همونطور که عرض کردم وابستگانی هستن که از راه رزق و روزی مجبورن از این با این دستگاه هم تابعت بکنن، اونها هم بالقوه قدرتی هستن که باید ازشون جذب پشتیبانی بشه. آقای دکتر امانت، میتونیم بدنه حکومت، بدنه این نظام حاکم بگیم این بخشی که الان شما میفرمایید؟ بله کاملا بفرمایید. من درک میکنم شما فرض بفرمایید این دولتی است که اولا شما به شاغلینش که همونطور که عرض کردم جمع عظیمیه. بله. این رو وقتی شما بخواید به کلی کنار بذارید و یه منزه اندیشی و مطلق گرایی در کار بیارید که بله اینها باید همه کنار گذاشته بشن، این به ماهیت این جنبش ضرر میرسونه. من میگم راه اینه که بیشتر باید گفتگو باشه، بیشتر باید پذیرش باشه. بله. واقعا من کاملا از بعضی نکات با خانم دکتر بیات موافق هستم. عدالت خواهی رو نباید کنار گذاشت. بله. دستگاه های عدالت خواهی رو نباید کنار گذاشت. ولی این که ما تصور بکنیم که یک دادگاهی مثل دادگاه شما، اتفاقا دادگاه نورنبرگ که مثال زدید خیلی مثال خوبیه. برای اینکه در میان تمام اون جانیانی که در دستگاه دولت ناتسی آلمان بود، فقط یک جمع خیلی کمی از اونها محاکمه و محکوم شد. خب منظور خانم دکتر بایت هم همین بود که این میتواند به کاهش در واقع خشم کور عمومی شاید بشه گفت. بله. یه مقدار التیام بده در واقع. التیام. در این حال خب باید توجه کرد که در افریقای جنوبی هم با نلسون ماندلا یه موومنت باز هم مسالمت پیدا شد، باز هم کنار آمدن پیدا شد و اجازه به این که خشونت نیافرینه. یعنی این دولتیه که ما الان دستگاهی که حکومتی که ما باش مواجه هستیم یک دامی گسترده به گمان من که خشونت رو افزایش بده. برای اینکه اینطور راه بهتری پیدا کنه برای سرکوب، برای اینکه همینطوری که ایشون متذکر شدن الان این دولت در یه دوراهیه، یه راهش اینه که عقب نشینی کنه و چون اون حافظه انقلاب 57 رو داره و نتیجه عقب نشینی رو دیده حاضر نیست این کار رو انجام بده، پس عقب نخواهد نشست. پس تنها کاری که میکنه یا از طریق فرسایشی میخواد این نهضت رو، این جنبش رو منکوب بکنه، یا اینکه خونها جاری کنه و جنایت‌های بزرگ بکنه چنانکه قبلا هم کردیم. خب پس به این ترتیب ما در این موقعیت خیلی مشکلی هستیم که چه راهی رو باید رفت که مانع از این بشه که تمام این چیزی که پیدا شده، امیدی که پیدا شده به ناامیدی نینجام و به سرکوب و فروکش این جریان منجر نشه. سپاسگزارم. متاسفانه بختمون کوتاهه و من فقط میخوام این پرسش رو از خانم دکتر بیات هم بکنم که ببینید، باز این نکته رو عرض میکنم خیلی کوتاه که من فکر کنم آقای دکتر امانت اگر مخالفین با این جمله، فقط خواهش من بفرمایید با توجه به وقت کوتاه، که قطار انقلاب که راه میفته نمیشه جلوش گرفت، ترمز دیگه دست کسی نیست. کاملا درسته، من با شما موافقم. انقلاب های امر بسیار آشوب و مشکلی، بسیار خوب، به قول فرنگی مسی، بسیار که ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم به کجا میره. بسیار. ولی اصولا به جانب انقلاب رفتن، این مورخ به شما میگه اینو، به جانب انقلاب رفتن بیشتر اوقات نتیجه نهاییش پیدایش دولت خودکامه دیگری است. بسیار. خیلی محدودن انقلاب هایی در طول قرن، از قرن 18 تا که موفق باشن دولت دموکراتیک کنید. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر امانت عزیز.
خانم دکتر بیات، خواهش می‌کنم من دیگه وقت رو نگیرم برای پرسش. از همین جمله آخر آقای دکتر امانت پرسش در آمد، در واقع شما پاسخ بفرمایید، نظرتون بگید. خواهش می‌کنم. ببینید، من اگر اجازه بدید دوست دارم یه دو سه جمله قبلش هم برگردم. سه دقیقه در مجموع تا پایان دار وقت دارید. کمتر وقت دادید، این اصلا جالب نبود. ما در با تون موافقم، ببخشید. من جبران خواهم کرد با پوزش بسیار. بفرمایید، الان وقت نگیریم. بگید. ببینید، من فکر میکنم که ما در میانه یک وضعیتی هستیم که توانهای خیلی زیادی داریم، در این حال چالش خیلی بزرگی داریم. ما با یک انقلاب ریشه‌ای در حال گسترش افقی طرف هستیم، ولی چالش رهبری تناقض در درون خودش داره. ما خیلی به شکل موفقیت آمیزی پهنه این انقلاب داره بزرگ میشه، ولی این انقلاب اگر بخواد تثبیت بکنه پیشروی ها و پیروزی هاش رو، لاجرم نیازمند یک شکلی از رهبری سازماندهی هست. رهبری به معنای سروری خیر، ولی به معنای ایجاد کردن یک شکلی از اجماع روی یک نقاطی که باید هدف گیری بشه و اونها فتح بشه. در مورد این که انقلاب ها در نهایت به برقراری دولت های دموکراتیک منجر نشدن، من مورخ نیستم و ملاحظه آقای دکتر امانت رو نمیخوام کنار بگذارم، ولی آن چیزی که در زمین ایران امروز داره اتفاق میفته یک انقلابیه که چشماندازش به مراتب از حفظ وضع موجودش روشن‌تره، و این نه تنها در پایان دادن یک رژیم توتالیتری که دشمن آزادی است، یک رژیمی که فشل به لحاظ کارکردی و یک رژیمی که هیچ امکانی برای تحقق عدالت که اون نظم اجتماعیه، اون سیمان اجتماعیه. ما اگر عدالت نداشته باشیم در آشوب زندگی میکنیم و ایران امروز ما چنین وضعیه. این انقلاب زن، زندگی، آزادی متعهد و حامل این ارزش هاست. من افق رو بسیار روشن میبینم، نمیتونم این رو هم نادیده بگیرم که این انقلاب به هزینه های بسیاری، به هزینه جان های شریف و جان های نازنین، جان های جوان بسیاری اتفاق ولی خواهد افتاد و اون افق برای من روشنه. من نگرانی فقط جون مردم رو دارم، فقط از این بابت ناراحتم و میدونم که شما هم چنین نگرانی دارید و قلبتون از این فشرده است. این نگرانی، این ملاحظه، این شاید محافظه کاری از این بابت میاد، ولی در این حال میبینم که این انقلاب حامل ارزش‌های بسیار قدرتمند انسانیه و این یه چیز بی سابقه ایه. این اون سپریه که ما رو نسبت به آینده گمان میکنم باید خوشبین نگه داره. و البته یک تحول تاریخی که باید برنامه های بعد در باید صحبت کنیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر امانت و خانم دکتر فرنگیس بیات، ممنونم که در خدمتتون بودیم. بریم پرده آخر. از این باقا اینجا ایرانه، توش می جنگم با پولیس عراق و زیاد فرق نمی کنه دیگه. داعش با این بشی برای توفیق الهی قرنها این نظام گفتیم واسه محساس، این یکی هم واسه انجام وظیفه. بابول آخونده پارچه بسته دور سرش، عمامه‌شو نزنن اینا دیگه، رد دادن. شب و روزگار خوش.